آیسا ریحان، تو بمون، من میپرسم. چیز دیگه ای هم میخوای؟ نوش جونتون. شب بخیر روستا. شب بخیر، خوش اومدید. ممنون. این طرف ها استاد گابریل هست، میشناسیش؟ مثل اینکه قبلا جواهر رساز بوده ولی گذاشته که نه. آره میشناسم، همه استاد گابریل رو میشناسم. خب چطور میتونم پیداش کنم؟ مستقیم میری، چراغ اولو نه، چراغ دومو میپیچی. ممنونم استاد، زنده باشی. میشه یه ثانیه صبر کنی؟ قربون دستت، نمیخواد، بعدن میاد. خیلی زود حاضر میشه، دو دقیقه ای حاضره، صبر کن یکم. بیا دیگه. بفرما، نوش جونت. ممنون استاد. بذاره. بفرما، مهمون من. اگه اینجوریه ممنون. رفتی پیش بابا گابریل، سلام منم بهش برسون. خیلی وقت نرفتم دیدنش، نگرانشم. باشه، سلامتو میرسونم. بازم ممنون. خواهش میکنم. باز سر میزنم. باشه. بیا. میرون، برای این رفتی آخه؟ طرف داد، خب چیکار کنم؟ نخواستم دستش رو رد بکنم. خب چیزی دستگیرت شد؟ موستا گابریلو میشناسه؟ چیزی میدونه؟ آدرس خونشم میدونست. های خدا جونم، شکرت. خب بریم دیگه. کاش همیشه اینجوری خوشحالت کنم، کاش بتونم. به خاطر بابام اینجایی. بزرگتری خوشحالیم اینه که بیگناهی اونو ثابت کنم. دیگه بری؟ میریم. فقط تو خوشحال باش. سلام استا. سلام داداش، خوش اومدی. اینجاست؟ آقای آدرس اینجا رو داد. چراغ روشن نیست، نکنه خونه نیستم؟ حتما خوابیدن، آدم های مسنی هم. خب چی کار کنیم؟ منتظر میمونیم، چی کار کنیم؟ ولی ریحان تا صبح خیلی مونده، کل شب اینجا بمونی؟ بفرمایید. شب بخیر. میبخشید که این موقع شب مزاحم شدیم. ما دنبال استاد گابریلیم، گفتن که اینجا زندگی میکنه، درسته؟ پدرمه، حالا یه دیگه این وقت شب خوابیده. شما با پدر من چی کار دارین؟ خب یه انگشتره. که کار اونه؟ برای ما خیلی مهمه که بدونیم خودش درست کرده یا کی گفته درست کنه. خب صبح بیدار میشه، داروهایی که میخوره خواب آوره، خوابش سنگینه، بهتره الان برید و فردا بیاید. ببخشید مزاحم شدیم. خواهش میکنم. بیا ریان. باید یه جایی پیدا کنیم که شب بمونیم، اقلا برای این لج نکن. صبح زود میاییم. میخوای اینجا منتظر بمونیم؟ من منتظر میمونم، تو میخوای برو. شاید زود بیدار بشه، نمیخوامم دیر بشه. تو برو، صبح زود بیا. ریحان، با اینکه میدونی تو رو اینجا تنها نمیذارم، بازم به لجبازیت ادامه میدی. باشه، هرچی که تو میخوای، تا صبح اینجا میمونیم.
از این به بعد چی میشه ها؟ بعد پاک کردن تهمتی که مادر بزرگت زده؟ من از مادر بزرگم حرف نزدم، خودمونو میگم. ما چی میشیم؟ صبح حتما با اوستا حرف میزنیم. وقتی که فهمیدی این همه سال چطوری گول خوردی از اینجا میریم. برای آخرین بار توی ماشین سفر میکنیم. حتی برای بار آخر هم دیگر رو میبینیم. به همین راحتی؟ بودن من اینجا برای تو ارزشی نداره؟ راحته. ببینم تو فکر کردی راحته؟ فکر کردی دل من نمیسوزه؟ ولی من قبل اینکه زن تو باشم فرزند پدرم بودم. اون خیلی کارا واسه من کرده، حتی برای ما کرده. اگه یه بار هم گوش میکردی، به جز اونایی که یادت دادن گوش میکردی. تو چی ریحان؟ تو به چیزی جز اونایی که یادت دادن گوش دادی؟ مثلا یه بار با خودت گفتی شاید بابام دروغ گفته باشه؟ اصلا به این فکر کردی که شاید خانوادم دروغ میگن؟ بابای من یه بارم با ما نقشه نکشیده میران. سعی نکرده کسی رو بکشه. اصلا کسی هم با دوزا کلک تو دام ننداخته. تو میتونی این حرفا رو برای مادر بزرگتم بگی؟ میران من نمیخوام دعوا کنم. اولش هم گفتم اگه انجام دادن این کار برات زحمته، نیازی به موندنت نیست. اگه بخوای میتونی بری. نمیگم چرا جلوتم نمیگیرم. نمیدونم چطوری میتونی این حرفا رو به من بزنی؟ چطوری میتونی به این راحتی به من بگی برو؟ ما عاشق هم دیگه ایم. این عشقه. ازم عصبانی و متنفرم که باشی، بازم ما عاشق هم دیگه ایم. آدم راحت بی خیال عشقش نمیشه. تو چطوری میتونی راحت از من دست بکشی؟ من با وجود همه چی اینجام، با وجود حرفای بابات، با وجود نادیده گرفتن تو من اینجام ریحان، با وجود اینکه موضوع مادرم هم اینجام. خب پس چرا اینجایی؟ میخوای نشون بدی که حق با توه یا دنبال واقعیتی؟ خب تو بگو من چرا اینجام؟ کی منو آورده اینجا؟ آخ آخ این سکوتت بیشتر این چیزیه که منو نابود میکنه. جوابی که نمیتونی به این سوال بدی. بدتر این چیز اینه که نمیتونی در جواب این سوال بگی به خاطر عشقه. ولی من تو رو خیلی بیشتر از همه چی، حتی خودم، من عاشق تو بودم. چون که قلب حرف حالیش نیست. آخه تو میدونی دوست داشتن کسی که میخواسته پدر تو بکشه چقدر میتونه سخت باشه؟ ولی من کاری نکردم، کار من نبود. یه بارم شده فکر کنی این پسر ممکنه راست بگه؟ تو همین فکر راجع به بابام کرده بودی. مسئله پدرت نیست ریحان، ماییم. میران ما؟ گفتی مایی؟ مایی میران؟ مگه مایی گذاشتی بمونه؟ هگ چرا داد میزنید؟ یکم دیگه داد بزنید؟ بابام که هیچی، محله بیدار میشه. بیاین تو، یالا بیاین تو، بیاین تو. چرا نمیگید جایی ندارید برید؟ راتون میدادم. تعارف نکنید. یالا خدایا کی تموم میشه؟ یعنی خزر نامه رو خونده؟ همه چی رو فهمید؟ اگه نفهمیده باشه چی؟
ماما. آی نه ترس منم. چی شده؟ چیزی نیست. تو فکر بودم. میران کجاست؟ ازش خبر داری؟ هنوز با ریحانه؟ نمیدونم. تماس نداشتی. شادقلوها چی؟ از اونا خبر داری؟ مامان تو فکر اینا رو نکن که ناراحت بشی. چیزی نیست. اقلا فعلا نیست. آه چون با اینکه میران و مقصر دونستن ریحان اومد اینجا. منم گفتم شاید اتفاقی افتاده باهاش کاری کردن. نه نه چیزی میشد میشنیدی. دیشب که گفتی نمیتونم با کسی رابطه داشته باشم. من خیلی فکر کردم. آره اصلا به یا برای ما خانواده شدن، ولی خانواده اصلی ماییم، من و تو. خانواده من تویی. من میخوام تو یکی رو دوست داشته باشی، ازدواج کنی و خوشبخت شی. میخوام ببینم که بچه های خودتو بزرگ میکنی. گفتی میمونی، ولی یه بار دیگه فکر کن. خب بیا از اینجا بریم و زندگی خودمونو بسازیم. ماما تقصیر منه نه؟ کاش بهت نمیگفتم. ماما من نمیخوام تو رو اینجوری ترسیده و ناراحت ببینم. همه چی درست میشه. اینجوری نمیمونه که. یه روزی تموم میشه. منم همینو میخوام. نمیخوام کسی چیزیش بشه. نمیخوام کسی آسیب ببینه. هر کاری ازم برمیومد کردم. من هر کاری از دستم برمیومد کردم. باشه آروم باش. باشه مهانه. آروم باش. بهتون زحمت دادیم. چه زحمتی؟ داغ داغ بخورید. ممنونم. با سر و صدامون مزاحمتون شدیم. به خاطر عشقه. من هر جا ببینم میشناسم این عشقه. نمیذاره آدم ساکت شه. نصف شب دیوونت میکنه. سر میذاری به کوه. مجبورت میکنه کوه هارم بکنی والا. اصلا ناراحت نشید. من هر جور دلم بخواد حرف میزنم. نمیدونم به دردتون میخوره یا نه، ولی من هرچی تو دلم باشه رو میگم. گاهی دل یه چیزی میگه، زبون یه چیز دیگه. مگه نه ریحان؟ راست میگی. مثلا با نگاه توی چشمای شما عشق تو دلتون دیده میشه. مراقب عشقتون باشی. دل همو نشکنید. جای خوابتون آماده کردم. برید بخوابید. تا صبح خیلی مونده. نه اصلا نیاز نیست. یالا پاشید. پاشو. بفرما. چون زیاد مهمون نمیاد زیادم رخت خواب نداریم. شرمنده اگه امشب و کنار بیان با هم. خواهش میکنم. میدونین وقتی دنبال عشقتون ندین چی میشه؟ مثل من میشین. تنها میشین.
باشه، داد بزنید، نریزین توی خودتون. داد بزنید، ولی وقتی رفتیم توی رخت خواب و چشماتون رو بستیم با هم قهر نباشیم. چون بعدن هر ثانیه‌ای که با هم قهر بودین خیلی دلتون میسوزه. حتی اگه جونتونم بدین نمیتونین یه ثانیه‌ش هم پس بگیرین. خب اگه جنگ تموم شد بخوابید. گفتم شب بریم یه جایی، قبول نکردی. ولی ببین، خدا میخواد کنار هم دیگه باشیم، جدامون نمیکنه. آخه من چقدر دیگه بهت بگم، مایی وجود نداره میران. به لطف تو چیزی به اسم ما نموند، زدی زیر قولت. به خاطر انتقام قصد جون بابامون کردی. ریحان بسه. ببینم چرا حرفات پر خشمه، چرا همش تهمت میزنی. من اگه همچین کاری با بابات کرده بودم راحت می اومدم پیش تو؟ به این راحتی تو چشمات نگاه می کردم؟ تو عاشق همچین مردی شدی؟ آره؟ تو نمی تونی قلب آدم رو بشناسی. من فکر کردم قلب تو شناختم، ولی اشتباه کردم. اشتباه نکردی، قلبتم اشتباه نکرده. تو ممکنه بگی قلب منو نمی شناسی، ولی من مال تو رو میشناسم. شکی که تو دلت رو میبینم، تو عمق قلبت حس میکنی که کار من نبوده. از کجا میدونی؟ چون اگه اونجوری بود الان اینجا با من نبودی، با من توی شهر نمیموندی، حتی نفس کشیدن با من زیر آسمون برات غیر ممکن بود. راه حلش زمانه. صدای قلب تو خفه میکنی، ولی فریاد اون هر روز بیشتر میشه. هر روز فریاد میزنه که من بیگناهم. ممکنه تو به من شک بکنی، ولی من به عدالت قلب تو شکی ندارم، همینطور به عشقم. بابا من همچین حرفایی بهت زده بود چون بیگناه بود، ولی تو گوش نکردی، ندیدی. من از تکرار این حرفا خسته شدم. تا فردا هرچیم که بگم پوچه. بگیر بخواب. تو بخواب. اتاق مبل نداره، اقلا اینجا لج نکن. میران نمیخوابم. برای اینکه زشت نشه طرفم این همه زحمت کشیده و واسمون توشک آورده اومدم. نمیخوام بخوابم. وقتی جوری رفتار میکنی که انگار قولایی که به دادم اهمیتی نداره، دلمو تیکه تیکه میکنی. تو بخواب، من میشینم.
کاش بتونم مطمئن بشم. کاش بگم ایران با این عشقی که تو دلشه اون کارو نکرده. الیف آزاد، من باید یه چیزی بهت بگم. الیف چی شده؟ حالت خوبه؟ نه، من نمیدونم باید چی شده. چرا گریه میکنی؟ من میخواستم حال ریحانو بپرسم. برای این گرگه میکنی؟ چطور میخوای باشه؟ پریشونه. از یه طرفم برای اینکه اسلام بگی بیشتر از این رنجش ندن و از این انتقام مسخره دست بردارن، میخواد بیگناهی عمومو ثابت کنه. منم برای این اتفاقا و برای ریحان خیلی ناراحتم. الیف، تو واقعا حالت خوبه؟ یعنی میتونستی به ریحان زنگ بزنی؟ جوابتو میده بالاخره، چون تو من جرأت زنگ زدن به ریحانو ندارم. چرا؟ یعنی روشو ندارم. هرچی باشه من میدونم داداشم بیگناهه، ولی هرچی هم بشه نمیتونم صدای ریحانو بشنوم. میخوام زنگ بزنم ولی نمیتونم. من باید قطع کنم آزاد. برای همه چی ازت ممنونم. الیف ببین، من تو هم منو نمیبخشی. تو ممنونم. زهرا، تو رو خدا بگو چته؟ حساب انگار میخوای یه چیزی بگی ولی نمیتونی. خودتو عذاب نده، حرفتو بزن. آقا خزر، همش به اون نامه فکر میکنم. اون نامه گم شده یا یکی برداشته باشه، ولی به نظرت ممکنه نامه دیگه ایم باشه؟ چرا اینا گفتی؟ چه میدونم، خب شاید مرحوم دلشاه خانم نامه دیگه ایم نوشته. وقتی این نامه تشکرش برای درخواستش بوده، باید برای چیزی که میخواستم نامه نوشته باشه دیگه. به نظرم شاید اونم پیدا بشه. نوشته بود، منم نوشتم، حتی چند تاشو
من داشتم، ولی بعدا همش گم شد. چطوری همش گم شد؟ سالها پیش خونه رو دزد زده بود، خیلی قبل‌تر از ازدواج با تو. اون موقع همش رو دزدیدن. چرا دزد باید نامه رو بدزده آقا خزر؟ نه اونجوری نیست. از خونه بعضی وسایل گران قیمت دزدیده شده بود. اتاق منم رفته بودن. داخل ساکن پول نقد بود. پول رو دیدن، ساکن برداشتن و بردن. نامه ها هم توش بودن. خیلی گشتم، خواستم پیداش کنم ولی نتونستم پیداش کنم. اگه یکی از اون نامه ها الان دستم بود، این دشمنی رو تموم می کردم. تمام چیزایی که میران اشتباه می دونرم حالیش می کردم. خب تو اون نامه ها چی نوشته شده بود؟ اشتباه متوجه نشو، به خاطر حسادت به یه زن مرده نمی پرسم. ولی توی اونا چیزی نوشته شده بود که این دشمنی رو تموم کنه؟ یه چیزی که هنوزم وجود داشته باشه، برای اون می پرسم. نبود، نه مطمئنن اگه بود لحظه ای درنگ نمی کردم و برملاش می کردم، ازتون محافظت می کردم. پس یه نامه دیگه برای خزر نوشتی دلشا؟ خب اونو به کی امانت دادی؟ اسما نمیتونه باشه، اگه بود میدونستم. کارا رو تو میکنی؟ ولی خب چرا؟ چرا هم کمکم میکنی؟ هم بازیمو خراب میکنی؟ تو با عقل من بازی میکنی؟ یا سعی میکنی میران و دشمن من بکنی؟ نگران نباش دلشا، این نامه ها تحویل داده میشن، ولی نه به خزر، به میران. بعد اینکه انتقامامو گرفتم، بعد اینکه میران با گلولهی که از اسلحه خودش شلیک میکنه و پدرش رو میکشه،
ببخشید اینجوری خوابیدم. ببخشید. خواهش میکنم برای این عذر نخواه. اصلا بیدار شدم فهمیدم چرا با آرامش خوابیدم، چون تو کنارم بودی، تنت به تنم خورد. برای چی میخندی؟ مگه خنده داره؟ گشنته؟ بریم یه چیزی بخوریم. اومدن یه جا دیدم که نوشته بود صبحونه. بریم؟ وای خدایا. صبح بخیر. صبح بخیر. بیاین سر صبحونه. نه ما به شما زیاد زحمت دادیم. اصلا نیاز نیست. ما میریم شهر یه چیزی میخوریم. خدایا شنیدی؟ میخوان برن شهر یه چیزی بخورن. شما اومدین برکت خونه منو از بین ببرین؟ بریم صبحونه بخوریم، چای سرد میشه. ازتون ممنونم. ممنون. والا خیلی ممنونیم. خواهش میکنم اینا رو باز کن. بیا چنگالتون رو بردار. اینا نذاشتن شما بخوابید نه؟ چایی تو بردار سرد نشه. ممنون. ممنون. نون هم برداریم. فیلیپو هست گابریله؟ آره بابامه، ولی صبح یکم بد اخلاقه. شما منتظر بمونید، یه مشکلی داره. از صداش فهمیدم. اومدم بابا. یعنی چیزی شده؟ شاید معذب شده. هرچی باشه پیر مرده. این همه وایسادیم، چند دقیقه دیگه هم روش. محمد تو رو خدا خواهش میکنم بلم کن. خزر تو رو خدا تو برو اینجا بای نستا. محمد بلم کن. تو رو خدا خواهش میکنم بلم کن. این کارو نکن. خزر برو خواهش میکنم. بذارم خزر. خزر بذارم. خوبی؟ خوبی پسرم؟ بابا بگو پسرم، بگو. بابا من محمد اصلا بگو دیدم جلام وایستاده بود، اسلحه کشیده بود روم. بعدش دلشاه رو دیدم، داشت گریه میکرد. کابوس دیدی؟ کابوسه؟ میدونی که همچین چیزی نیست؟ اینا دروغای میران اون زنی که عزیز است. تو رو تحت تاثیر گذاشتن. خوابش رو دیدی؟ راست میگی. آقا خزر خوبی؟ من خوبم. خوب میشی؟ تو صبحونتو بخور. خزر داره یادش میاد بعد این همه سال. اگه یادش بیاد من چی کار کنم؟ خوبی؟ رنگت مثل گچ شده. خوبم. من خواب دیدم، مثل کابوس بود. محمد رو دیدم، پدر امیران. جلوم وایستاده بود، انگار که
واقعی بود. چیزایی که تجربه کردی تحت تاثیر قرارت داده. نه، من همچین کابوسایی نمیدیدم. وجدانم راحتم نمیذاره. نباید میکردم، نباید اون کار اشتباهو میکردم، نباید مجبورم میکردی اون کار رو بکنم. نکنه چیزی شده، بریم نگاه کنیم، شاید مریض شده، کمکش کنیم. آروم باش ریحان، شاید داره بهش صبحونه میده یا موهاشو شونه میکنه. آروم باش. چطوری آروم باشم میرا؟ پای زندگیمون، خانواده هامون و بابام وسطه. قلبم داره میاد تو دهنم. اگه واقعیتو برملا بشن، همه یه دروغای مادر بزرگتو میفهمی میرا. بگیر خزر شاتقلو وقتی میخواست ناموس مامانت ازش بگیره، این انگشتر تو دستش بود. بابام بیدار شده، ولی زیاد پیشش نمونین، از همه چی هیجان زده میشه، مرد مسنیه، نمیخوام خسته بشه. ما زود کارمون تموم میشه. فقط یه سوال بپرسین، فکرشو درگیر نکنین، مریض نشه. بیان. اون مرد مهمون نواز رفته، جاش یه آدم دیگه اومده. بی خیال یه سوال میپرسیم و میریم. سلام، اسم من ریحانه. ما از مدیات اومدیم، یه مسئله ای هست که برای ما خیلی مهمه. این انگشتر یادتون میاد؟ یادم میاد دخترم. خب من اینو درست کردم، براش خیلی زحمت کشیدم. ببین، این امضای منه، این نشونه منه. ببین میرا، اگه بابام سفارش نداده بود از کجا میدونست کار اوستا گابریله؟ وقتی جوابی که دنبال شما گرفتیم، جفتمون یه واقعیت رو باور میکنیم. میرا، میرا وایسا، کجا میری؟ من میرم تو ماشین، تو دنبال جوابی، خودتم بپرس. نمیخوای بدونی کی این انگشتر رو سفارش داده؟ تو بفهم، بهم بگو ریحان. من میخوام که با هم واقعیت رو بدونیم میران، نمیخوام بعدا شک داشته باشی. من میخوام اون واقعیت رو از تو بشنوم، حرفای تو رو میخوام. تو بیای هرچی به هم بگی، من همونو باور میکنم، تنها واقعیت من همون میشه. میخوای نفرت تموم شه؟ نه، تو هم میخوای، برای همین نمیای تو، میترسی حق با من باشه. بیا از اینجا بریم، فقط ما باشیم، بی خیال همه چی بشیم و بریم. اگه دست من بود نمیذاشتم این سوالو بپرسی. من نمیتونم دست از انتقامم بردارم. تو هم نمیتونی از پدرت بگذری، مگه یه زندگی دیگه ممکن نبود؟ نکنه این شامل ما نمیشه؟ برو بپرس، مگه برای همین نیومدیم؟ واقعیتی که دنبالشو بدون. ببخشید، عذر میخوام، برای ما موضوع ساده ای نیست. مشکلی نداره دخترم. این انگشتر رو برای کی درست کردی؟ یادتون میاد کی بهتون سفارش داده بود؟